سلام اینجا استودیو عمل برلین من امید رضایی با مرور مهمترین اخبار هفته‌ای که گذشت با شما هستیم بعد از هفته ها من به استودیو برگشتم مهمترین اخبار هفته ای که گذشت طبق معمول درباره زهوفر در آلمان هورس وزیر امور داخله و وطن و اینجور چیزا یا همون وزیر کشور امروز در یه اظهار نظر عجیب و غریب که هیچکس ازش انتظار نداشت برای اولین بار در مورد حزب آفته حرف زده و گفته که حزب آفده دشمن دولت آلمان حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان دشمن دولت آلمانه ولی در این حال زهوفه گفته که لازم نیست که لازم نیست که این حزب زیر نظر اداره حفاظت از قانون اساسی یا همون اداره امنیت و اطلاعات داخلی آلمان قرار بگیره لوز گفته که لزومی نمیبینم این اظهار نظر از به حال زهوفری که خودش گرایشای نسبتا راست داره یه مقدار بعید و عجیب بود ولی به حال این رو گفته همون اول باید یه عذرخواهی میکردم بابت حدود 15 دقیقه تأخیری که امروز ما داشتیم گفته بودیم توی فیسبوکمون که ساعت 15 ساعت 3 آنلاین میشیم اما یه سری مشکلات فنی طبق معمول پیش اومد و 15 دقیقه تأخیر داشتیم با مرور مهمترین اخبار هفته با شما هستیم یه چیز دیگه ای که هفته گذشته مدام در رسانه ها بود و هنوز هم هست و هنوز تکرار میشه باز هم درباره یه جورایی درباره زهوفره اما در, واقع درباره ماسن رئیس اداره حفاظت از قانون اساسی فرفسون شوتس یا همون اداره امنیت و اطلاعات داخلی آلمانه آقای ماسن در جریان درگیری هایی که در کمنیتس اتفاق افتاد دو تا اظهار نظر کرد یکی اینکه این گفته بود که درگیری و تعقیب و تعقیب گریز به این معنی که راستای افراطی نازی ها مردم رو بزنن وجود نداشته چیزی که خب مرکل تایید کرده بود که وجود داشته بقیه سیاست تایید کرده بودن که وجود داشته دادستانی تایید کرده بود که وجود داشته این اظهار نظرش خیلی باعث سر و شد و اینکه یک ویدئویی رو که توش نازی ها دارن مردم عادی یا حالا فعالان چپ رو میزنن گفته بود این ویدیو احتمالا فیکه ویدیو واقعی نیست که این ویدیو رو هم دادستانی گفته بود که نه ما دلیل نداریم که فیک باشه به دلیل این دو اظهار نظر جریان های سیاسی سی مختلف گفتن که ماسن باید بره کنار حتی احضار شد به کمیته کمیته امور داخلی مجلس فدرال آلمان بوندستاگ و همینطور به یک کمیته دیگه که درباره مسائل در واقع مسائل خاص تحقیق میکنه و اونجا هم اصالتش کننده نبود و به این ترتیب حزب سوسیال دموکرات آلمان اسپده که در دولت هم هست اطلاف بزرگ رو با احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در دولت تشکیل داده خواهان کنار رفتن ماسن شد و ولی هورس زهوفه که عملا رئیس ماسن هم هست در واقع اداره اطلاعات داخلی فرفاسون چوک زیر نظر زد داخل است گفت که نه ماسن میمونه با اینکه خودش هم باش اختلاف داشت گفت که میمونه فشارها بالا رفته جریان سیاست مداران مختلف از حزب اسپده گفتن که ماسن باید بره کنار یه عده گفتن که اگه ماسن دست حزب سوسیال دموکرات گفتن که اگه ماسن نره کنار ما از ائتلاف میایم بی... حزب اسپده از ائتلاف باید بیاد بیرون و دولت از هم میپاشه خلاصه که فشارها زیاده دیروز هم معلوم شد که ماسن اطلاعات یک گزارش منتشر نشده, نشده اداره حفاظت از قانون اساسی اداره اطلاعات امنیت رو در اختیار حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان قرار داده که واکنش های بسیار شدیدی داشت این اطلاعات گویا درباره جرائمی که مسلمانان در آلمان مرتکب میشند بوده و این اطلاعات محرمانه بوده یا قرار بوده بعدا منتشر بشه مثلا این رو پیشا پیش در اختیار حزب آلترناتیو برای آلمان قرار داده با سیاست مداران برجسته حزب آلترناتیو برای آلمان هم دیدار داشته که اینها باعث فشارهای شدید شده که ماسن بره کنار هنوز مشخص یه عده از خود مرکل خواستن که وارد بشه و ماسن رو برکنار بکنه هنوز مشخص نیست که چه اتفاقی بیفته ولی به هر حال صدر همه اخبار اینه از استودیوی عمل برلین با مرور مهمترین اخبار هفته که گذشت با شما هستیم یه خبری که امروز دوباره در رسانه های آلمان و جهان در واقع خیلی بازخورد داشت دیدار سرگئی لابروف وزیر امور خارجه روسیه با هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان در برلین بود ماس و لاوروف قرار در مورد مسائل اوکراین در واقع درگیری های اوکراین و شرق اوکراین که روسیه بخشیش رو اشغال کرده صحبت بکنند و همچنین درباره مسئله سوریه اینکه هنوز نتایج گفتگوها مشخص نشده دیدار قرار امروز انجام بشه یا همین الان که ساعت سو و دقیقه بعد از ظهر داره انجام میشه ولی به هر حال خیلی نتایج این دیدار احتمالا در مسئله سوریه و در مسئله اوکراین تعیین کننده خواهد بود با مورد مهمترین اخبار هفته با شما هستیم چیز دیگری که در اوکراین در, در مورد مسئله سوریه مزد میخوام مهمه اینه که جریان‌های مخت... در واقع امریکا از آلمان خواسته که در حملات نظامی علیه بشار اسد شرکت بکنه در آلمان برخی احزاب و جریان های سیاسی میخوان که آلمان این کار رو بکنه شرط گذاشتن که اگر اسد دوباره از سلاح شیمیایی استفاده بکنه باید علیهش اقدام نظامی کرد امروز هم هایکوماس وزیر امور خارجه گفته که صبح امروز من شنیدم که گفته که راه حل دیپلماتیک با بشار اسد شدنی نیست مذاکره با بشار اسد شدنی نیست و به نظر میرسه که اروپا داره خودش رو آماده میکنه یا حداقل آلمان داره خودش رو آماده میکنه که در اقدامات نظامی علیه اسد شرکت بکنه اگر اسد به ادلیب یا هم ادلب به شهری که الان قراره بهش حمله بکنه و نیروها آرایش نظامی گرفتن اگر حمله بکنه باید دید که چه اتفاقی اونجا میفته یک خبر دیگه که در هفته گذشته حالا به خصوص دیروز خیلی مهم بود در باز هم درباره کمنیتس هست که درگیری های گسترده بین راستگرایان افراطی و مردم عادی و فعالان چپ اتفاق افتاد در های که گذشت شهر بسیار در دو هفته که گذشت شهر بسیار ناآرام بود درگیری ها اینجوری شروع شد که یک فرد آلمانی به دست سه خارجی سه مسلمان خارجی به اصطلاح کشته شد و از این سه نفر دو تاشون بازداشت شدن یکیشون فراریه از این دو نفری که بازداشت شدن یکیشون گفته که امروز گفته که در این قتل ها در این قتل دست نداشته و اصلا اونجا نبوده و وکیلش هم خواستار آزادی شده و وکیلش گفته که هیچ دلیلی وجود نداره هیچ سندی وجود نداره که این فرد درگیر بوده یوسف و خواهان آزادی شده و به نظر میرسه که حتی بازداشت هایی که در کمنیتس اتفاق افتاده هم چندان معتبر نیستن چندان دلیل و مدرک براشون وجود نداره یه خبر بامزهی که دیروز اعلام شد این بود که حتما دیدید که در برلین و حالا در هر جای دیگه در آلمان یه عده آدم هستن که زندگیشون رو از طریق جمع کردن بطری و اینجور چیزا میگذرونن بطری هایی که فروشگاه ها بابتشون پول پرداخت میکنن و از توی شهر جمع میکنن میبرن اینا رو تحویل میدن یه پولی میگیرن و باهاش زندگیشون رو حالا یه سری از افراد بیخانمان یا فقرا. بهشون میگن فلاشن زملا یا همون بطری جمع کن یکی از این فروشگاه های عمده فروشنده نوشیدنی در آلمان لیمن که 14 شعبه در برلین داره برای اینکه خلاص بشه از دست این فلاشن زملا ها حالا به این دلیل که نمیخواست پولشون رو بده یا به این دلیل که نمیخواست حالا این آدما بیان توی صندوقش حالا اونجا همش جمع بشن اعلام کرده بود که این کار یعنی جمع کردن بطری ها شغل محسوب میشه و اینها باید برن شغلشون رو ثبت بکنن یه وربه ثبت بکنن به قول آلمانی ها و باید که وقتی که دارن این چیزها رو تحویل میدن که بابتش پول بگیرن اگر زیاد باشه بطری ها باید شماره مالیاتیشون هم بدن که اینجوری میخواست از دست اینا راحت بشه که یه سر بپا پا کرد و اینا بعد این اینو مدیر در واقع این مجموعه فروشگاه های لمن گفته بود اما صاحب فروشگاه لمن دیروز عذرخواهی کرد و گفت که نه همچین چیزی نیست این اصلا این حرفا رو قبول نداره فرستاد این آقای مدیر رو فرستاد تعطیلات یعنی یه جورایی زورکی فرستادش تعطیلات مرخصی اجباری بهش داد و گفت که نه هر کسی هر چقدر بطری بیاره ما تعویل میگیریم از کسی از کسی هم مدرک شناسایی نمیخوایم به حال این شغل فقط بطری جمع کردن هم کم کم دارن بهش مالیات میبندن توی آلمان یه خبر دیگه که هفته گذشته خیلی خیلی سر و صدا کرد کشته شدن در واقع 9 سپتامبر بود فکر میکنم یعنی اواخر هفته قبل یا شنبه فکر میکنم یک عرب عضو خانواده حالا این چیزی که داد اعلام کرده عضو یکی از این خانواده های مافیایی عرب به اسم نیدال در یک درگیری مسلحانه در نایکون کشته شد که خیلی خیلی باعث سر و صدا شد بعد این منتقل شد در واقع در درگیری گلوله خورد منتقل شد به بیمارستانی در اشتگلیتس نزدیک به صد نفر از این تایفه از این فامیل از این مافیا جلوی چاو کشید شد شلوغ شد پلیس دخالت کرد و نیدال در بیمارستان کشته شد نهایتا در اثر جراحات وارده و دیروز در واقع تشییع جنازه نیدال بود که در یک قبرستانی در شونبرگ برلین برگزار شد و در این تشریج جنازه به گزارش رسانه‌ها حدود 2000 نفر شرکت داشتن تحت تدابیر بسیار شدید امنیتی پلیس انجام شد هیچ کس رو اونجا راه نمیدادن جز کسانی که قبلا ثبت شده بودند و خانواده نیدال محسوب می‌شدن یا اون تایفه بزرگ اول حال این خطر وجود داشت که اونجا درگیری دوباره اتفاق بیفته و اینها در مرگ نیدال احتمالاً دعوای داخلی بین یک تایفه یا بین تایفه های مختلف مافیایی عرب برلین بوده که یه ربطی هم داره به اون درگیری که اوایل ماه آگوست در کرویتسبرگ برلین اتفاق افتاد یه نفر تیراندازی کرده بود به سمت یک کافه کوچک لوکال در مرکز کرویتسبرگ که اونجا کسی کشت و زخمی نشد ولی گویا نیدال اونجا هم بوده و در واقع اونجا قرار بوده بزننش این آقای نیدال که کشته شد جوون هم بود وقتی کشته شد لبنانی تبار هست و یا بود در واقع خدا بیامرز و ده سال ده سال در زندان بود فقط چند ماه بود که آزاد شده بود در زندان رفتنش هم همین جرائم معمول خانواده های مافیای عرب در برلین یعنی مواد مخدر و دزدی, دزدی و اینجور چیزها بود ده سال رو برحال در زندان گذارنده بود تازه آزاد شده بود که اتفاق براش افتاد حالا پلیس رد خودرویی رو که موقع قتل ازش استفاده شده پیدا کرده ولی هنوز تا این لحظه هیچ کس در این زمینه بازداشت نشده باید دید که دادستانی برلین چطور این خبرهای مختلف راجع به بزرگ عرب در چند هفته گذشته در واقع یکی دو ماه گذشته در همه رسانه‌های آلمانی خیلی بوده اینکه اینا هر کاری دلشون میخواد میکنن اینکه اینها دستگاه غذایی دادگاه خودشون رو ساختن و همه این چیزا و اصلا به دولت اصلا اهمیتی نمیدن دولت خودشون ساختن خیلی اینها باعث سر و صدا شده بود در ایالت های مختلف دولت های محلی و دادگستری تصمیم گرفته که جدیتر با این مافیاها ها برخورد بکنه در برلین هم همینطور و باید دید که حالا این درگیری آیا باعث میشه که یا این اتفاقاتی که افتاد باعث میشه که دولت پلیس و دستگاه قضایی جدیتر علیه این مافیاها که خلاف های کلان میکنند وارد عمل بشند یا نه تابستان تقریبا رو به اتمام در واقع رسما تموم شده اسما حالا یکی دو هفته ای ازش مونده برلین این آخر هفته رو همچنان نیمه بارانی خواهد بود توصیح های آخر هفته ای ما رو میتونید در وبسایت ببینید و آخر هفته خوبی داشته باشید تا هفته بعد خدا نگه